درود فروان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز دوشنبه ششم آذر ماه، علی‌رغم اینکه شاخص کل 0.1% و شاخص کل هموزن هم 0.3% مثبت بودند، ولی من فکر میکنم که برخی از آمار یه مقداری نسبت به روزهای قبل ضعیفتر ارائه شد. البته نه در اون حدی که حالا بگیم خیلی نگران کننده باشه، ولی خب تقریبا روندی که روزهای قبل داشت به خوبی پیش میرفت در معاملات امروز مقداری متوقف شده. شاید یکی از دلایلش در حال سفته بازی برخی از حقوقی ها در معاملات بورس باشه که خب دیروز هم یه گزارش راجعش نوشته شده و این قضیه دیروز هم بوده. ساعت 10:11 صبح بالاخره برخی از نمادها مانند خودرو، بانک ملت، همچنین شپنا و شستا همجور که میبینید وارد یک سری معاملات الگوریتمی از طرف حقوقی ها شدن و اینجا ملاحظه شده که به این رفتارها گویا نظارتی نمیشه و حقوقی ها یه جورای خیالشون راحته که هر کاری که بکنند مشکلی براشون پیش نمیاد، به خاطر اینکه خب حالا اینجا اشاره شده هنوز اسامی متخلفین اردیبهش منتشر نشده، اسامیشون هنوز منتشر نشده، چه برسد به اینکه بخواد محاکمه‌ای برای اونها متصور باشند. و خب این یه مقداری همون حالت بدبینی را ایجاد میکنه در بورس. امروز در حال خروج پول حقیقی صورت گرفت، مخصوصا از ساعت همون ساعت 10:11 به بعد که مشاهده میکنید شدت گرفت این خروج ها و تقریبا از ساعت 11 به این طرف به جایی رسیدیم که در حال 197 میلیارد تومان از بورس خارج شد. یعنی دقیقا تو همون ساعتی که معاملات الگوریتمی حقوقی ها یه جورایی داره شکل میگیره یه مقداری این اتفاقات هم میفته و میبینید که امروز تعداد نمادهایی که در محدوده های منفی قرار دارن مخصوصا توی 0 تا منفی 1 به 220 نماد میرسه، یعنی تقریبا این چیز حدود 1/3 نمادهای بورسی امروز در این محدوده قرار گرفتن و بعد از اون هم میبینید اگه بخوایم جمع بزنیم 220 و 120 و 83 را با هم دیگه، خب قطعا جمعش نسبت به 154 و 64 و بخش 68 و 48 خیلی بیشتر خواهد شد و یه جورایی علی‌رغم این که شاخص ها مثبت هستن ولی این آمار مثبت برای بورس نیست. و دقیقا هم اینجا میبینید نقطه‌ای که عوض میشه جریان بورس امروز ساعت 10:40 هستش، یعنی از ساعت 9 که بورس بازگشایی شده ببینید تعداد نمادهای مثبت تا ساعت 10:40 خیلی بیشتر از نمادهای منفیه. مثلا ساعت 9:30 صبح 446 به 320 هستند یا ساعت 10 صبح 420 به 355، ولی ساعت تقریبا 10:40 این روند کاملا برعکس میشه و در نهایت میبینید که 499 میمونه اینجا، 493 به 308 ساعت 12:30 با 493 به 308 تعداد نمادهای منفی برنده میشن. همچنین صفهای فروش که ابتدای کار بیشتر از صفهای خرید بودن مشاهده میکنید اینجا ساعت 10 صبح تقریبا یکسان میشه و صفهای خرید یه جورایی میاد میگیره صفهای فروش، حتی یه جاهایی تعداد نمادهای صفهای خریدمون ببینید 47 به 41 میشه، بیشتر میشه، یا اینجا ساعت 11:40 54 به 49 صف خریدامو خیلی بیشتر بودن، ولی دقیقه از ساعت 11:40 اینجا به بعد ببینید که روند خیلی برعکس میشه و در نهایت تعداد صف فروشامون 60 میشه به خریدامون که 55 هستن و اینجا هم یه جورایی میشه گفتش که قرمزها برنده میشن. توی بقیه موارد البته سرانه خرید امروز باز سرانه خرید حقیقی ها سرانه خرید خوبی بوده، نسبت به سرانه فروششون بهتر بوده، ولی نمودار قیمت رو هم میبینید که تحرک قیمت منفی قطعا امروز خیلی بیشتر نسبت به قیمت مثبت بوده و
دقیقا از ساعت 10:30 به این طرف این قضیه تشدید شده. قبلش در ابتدای بازار میبینید که تحرک قیمتی سبز ها بیشتر بوده تا 10:30، در آخر اینا به هم میرسند و از 10:30 به بعد این اتفاق میفته. یه جورایی شاید ساعت 10:30 امروز وضعیت تغییر کرده برای بورس. البته خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت هنوز ادامه داره. امروز هم 115 میلیارد از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد و در هر حال یه مورد دیگه هم این هستش که امروز دلار هم در بازار ایران یه مقداری جون گرفت و 200 تومان تقریبا بالا اومد قیمت دلار. اونس جهانی طلا هم که خب می‌بینید که امروز خوب بالا اومده و خب دلار تو ایران برعکس جهانی عمل میکنه. امروز دلار جهانی کندلش قرمز بوده تا این لحظه و تقریبا تونسته مجدداً به پایین ترین قیمت برسه. البته رو 103.2 مجدداً حمایت شده، یعنی قیمتی که 21 نوامبر به اون رسیده بود و حمایت شده بود مجدداً حمایت شد، ولی بازار آمریکا هنوز باز نشده. اگر فشارها زیاد باشه در بازار آمریکا شاید این حمایت هم از دست بره و پیرو این قضیه قیمت طلا و بخش اونس جهانی طلا به بالاترین قیمت خودش ظرف ماهای اخیر رسید. امروز حتی 2017 دلار رو هم در دقایقی، ثانیه هایی، حالا بهتر بگیم چون خیلی کوتاه بود، در ثانیه هایی به خودش دید و در حال حاضرم که حدودای 2013 دلار داره معامله میشه که بالاترین قیمت از 15 می به این طرف هستش. میبینید که خب از 15 می به این طرف دلار بخش طلا همواره زیر 2000 دلار بود، حتی زیر 1900 دلار رسید، به 1800 دلار هم رسید همین یک ماه گذشته قبل از این برنامه جنگ غزه و بعد از اون مجدداً سیر صعودی شروع شده. البته خب بدهی‌های آمریکا هم هست، بیت کوین هم که فعلا بالای 37,000 دلار داره سیر میکنه. ولی خب نکته جالب و عجیب کار اینجاست که در دنیا همیشه وقتی دلار قیمتش میاد پایین در ایران میره بالا و امروز هم نسبت به روزهای قبل میبینیم که قیمت دلار کمی صعودی بوده. قیمت بیت کوین هم فعلا روی حدودای 1,900,000,000 تومان داره میچرخه. امروز فقط یه الگو ساعتی داریم، نماد زکشته که خب اوضاع بخره پایانی بورس رو نشون میده که خیلی جالب نبوده. فقط یه جورایی شاید تونستن عدد سبز رو روی به اصطلاح تابلو نگهداری بکنن، وگرنه دیدیم که شاخص ها خیلی امروز جالب نیستن. ولی بالاخره روی نمودار که نگاه میکنیم یه جورایی میشه گفتش که همه چیز خیلی خوب داره جلو میره از نظر عددی، ولی خب پایان خوبی قطعا امروز نداشتیم. این سنمات هم امروز خلاف الگوی ساعت داشتن و آخرین قیمتشون بیش از 3% نسبت به پایانی کاهش داشته. خب فیلتر پوشای سعودی و نزولی هم دقیقا تایید میکنه که امروز وضعیت جالب نبوده، به خاطر اینکه 5 نماد امروز در فیلتر پوشای سعودی امروز دیده میشن، در حالی که فیلتر پوشای نزولی 22 نماد را به ما نشون میده که دقیقا نشون دهنده اینه که جهت حرکت اغلب نمادها امروز از سمت مثبت به پایین بوده و این هم نمادهایی که پوشای نزولی داشتند. خب 4 نماد امروز الگوی ستاره صبحگاهی داشتند که خب من نماد قمهرا را نگاه کردم و تقریبا از نظر اندیکاتوری وضعیت خیلی خوبی پیدا کرده امروز قمهرا. میشه گفتش که دیروز به پایین ترین قیمت خودش تقریبا رسیده در سال 1402، جایی که یک بار دیگه هم البته به اون دست یافته بود، قیمت 930 تومان 940 تومان و روش حمایت شده بود. میبینید که دیروز مجدداً به این قیمت رسیده. امروز هم حجم ورود رو ببینید و شکل RSI رو هم نگاه بکنید.
الگوی ستای صبحگاهی هم که داره. یعنی در حال یکی از نمادهایی که من فکر میکنم توی این لیستی که اینجا نگاه کردم، البته حالا کساپا رو دیدم خیلی اندیکاتور نموداراش جالب نبود، به خاطر اینکه تقریبا رشد خودش رو توی یک دو ماه اخیر خیلی خوب انجام داده، ریسکش الان بالا بود، اون دوتا رو ندیدم. ولی خب قیمهرا رو تقریبا میشه گفتش که وضعیت خوبی داشت که گفتم شما هم ببینید. خب علارغم در حال چند کندل حالا مثبت کوچیکی که پشت سر هم داریم، نمیگیم که خیلی مثبت ها بزرگ هستن، ولی خب ببینید دو تا مثبت توی شاخص کل داریم و شاخص کل هم وزنم که تقریبا وضعیتش خوب بوده، یه دونه منفی البته این وسط هست، ولی دو تا مثبت هستش. توی فیلتر سه سرباز سفیدمون فقط 5 نماد دیده میشه که نشون دهنده اینه که هنوز حرکت درست حسابی را اینجا مشاهده نکردیم و در حال باید سوزهای آینده منتظر یک حرکت خوب هم باشی. البته سه کندل قرمز متوالیمون هم زیاد نیست و 10 نماد بیشتر نیستن، نمادهایی که سه کندل متوالی دارن، یه جورایی شاید یه ثباتی در همین حدودایی که الان رو شاخص کل ایستاده، یعنی 2 میلیون و بالای 2 میلیون بگی بهتره، فعلا برقرار شده و در حال اگر چند نمادی روزها بالا میرن در ازاش چند نمادی هم پایین میان، فرداش داره برعکس میشه و فعلا زورآزمایی سبز و قرمز ها نسبت به همدیگه برتری نداره که از یه طرف حرکت بکنه بورس. امروز 26 نماد نسبت به حجم 20 روز اخیرشون خوب معامله شدن و 4 برابر حجم معاملاتشون بود که توی مواد غذایی تقریبا میشه گفتش که نمادهای زیادی دیده میشه. همچنین باز نماد قزر را هم امروز من نگاه کم نمودارش، تقریبا حرکتش حرکت خوبی بوده امروز با توجه به اینکه با حجم خوبی هم معامله شده. این حجمی که امروز قزر خورده تقریبا بعد از برج دو به این طرف بی سابقه بوده ببینی همش چه مقدار بوده، برج دو بود چه قزر در حال حجمی خوبی میخورد و هم موقعی که ببینید در همین حجم ها یکی دو بار اول کار خورده بود خوب اومده بالا. امروز هم مجدداً اتفاق خوبی براش افتاد و در حال حرکت خوبی را ازش مشاهده کردیم که اگر این قضیه استمرار داشته باشه میتونیم انتظار داشته باشیم که به قیمت‌های بالاتری به زودی دست پیدا کنه این نماد. بقیه غذایی هم تقریبا اوضاعشون همین گونه هستش، سه تا سیمانی داریم و خب در بقیه گروه ها تقریبا حالا یکی دو نماد بیشتر دیده نمیشه. خب بریم سراغ کف کانالی ها با به اصطلاح ترکیب فیلتر دیگری که اولین فیلتر ما سسف ها رو نشون میده، یعنی کف کانالی که امروز کندل مثبت 5 رو برای خودش ثبت کرده. 11 نماد کف کانالی امروز داشتیم که با خریدار مواجه بودن، مشاهده میکنید اسم این نمادها رو هم براتون گذاشتم که به آخر خودتون بررسی کنید. همچنین 12 نماد کف کانالی داریم که امروز با حجم مشکوک معاملاتش رو انجام شد که میدید همون قیمهرا هم که راجعش صحبت کردیم الان توی این فیلتر هم هست، سسف ها هم که تو فیلتر قبلی بود اینجا هم مجدداً دیده میشه. با 3 دارویی بیشترین نماد در دارویی ها دیده میشه توی این فیلتر و در نهایت فیلتر چند گزینه‌ای ما که کف قیمتی‌هایی که مثبت 2 داشتند، کندل سعودی مثبت 2 داشتند، خریدار خوب داشتند و با حجم خوبم تقریبا معامله شدند، 5 نماد را به ما نشون میده که ددانا، دباچ، قمهرا، قلروس و دماوند نام دارند. خب کم معامله ترین نمادهای بازار امروز که تعداد معاملاتشون کمتر از 50 تا بود این 3 نماد هستن که مشاهده میکنید و 18 نماد امروز در بازار بود که سرانه خرید حقیقی ها نسبت به سرانه فروششون در این
18 نما 4 برابر بیشتر بود. یعنی حقیقی ها امروز علاقمند بودن که اینها را بخرن تا اینکه علاقمند به فروششون باشند، از نظر سرانه‌ای که خرید میشد البته. یعنی مثلا 20 میلیون فرزن خریدشون بوده، 5 میلیون فروششون، که 4 برابر بیشتر شده دیگه. خب تشکر میکنم از همه دوستانی که برای ما کامنت گذاشتند و در حال با پیام های محبت آمیز خودشون باعث میشن که ما هم ادامه بدیم به برنامه ها. دوستی هم نوشتن که الگوی شاخص هموزن شبیه سرشانه برعکس شده، یا نشانه خوبیه یا علامت خوبی نمیتونه باشه. ببینید، ما فعلا دنبال الگو توی شاخص کلا هموزن اینا نمیگردیم. فعلا به نظر من وقت خریدهای پله‌ای در قیمت‌های پایین‌تره، با این دیدگاه که آخر سال و اول سال آینده ما بتونیم در حال یک رشدی را در کل بورس شاهد باشیم، اگر طبق روال سال‌های قبل بخواد پیش بره و اگر اتفاق خاصی نیفته این وسط. بالاخره اینها هم در نظر بگیرید، حالا یه سری مسائل هم غیر قابل پیش‌بینی هستن، ولی خب اغلب سال‌ها تقریبا توی این شرایط میشه گفتش که وقتی خریدها انجام شده بعدن سودهایی هم دنبال کار بوده. حالا ببینیم که امسال هم اگر این اتفاق بیفته، که خب قطعا دوستانی که صبوری کردند و توی این شرایط خرید کردن میتونن که برد داشته باشن. ببینید الان وقت مثلا خریدهای پله‌ای و خریدهای آروم و خوبه. خیلی از عزیزان میذارن وقتی که شاخص کل حرکت میکنه به یک عدد خیلی خوبی میرسه، چه میدونم 50-60% بالا میاد، اون موقع تازه به فکر میافتن که بخرن. و خب موقع نمیگم، شاید اون موقع هم کسی خرید کنه بعد از شانس بیاره و خوب بره بالا مثل سال 99، ولی در حال ریسکش میره بالا دیگه. حالا حداقلش تو بسیاری از نمادها ما کم ریسک ترین حالت رو داریم در نظر میگیریم. الان نمادهایی که امروز دیدیم، مثلا همین یک دوتایی که امروز دیدیم مثل قزل و قمهرا، الان به پایین ترین قیمت خودشون از سال 1402 رسیدن و میشه ازشون انتظار داشت که بالاخره در سال آینده حداقل از قیمت‌های امسال یه ذره بالاتر باشن. حالا بورس هم اوضاعش خراب باشه، تورم که اوضاعش خراب نیست که نسبت به تورم این مقدار بیان بالا. و خب در حال ریسکشون فعلا کمترین حالت، ولی خب حالا وقتی یه اومده از این قیمت مثلا 50% بالاتر، خب قطعا ریسک هم بیشتر میشه. ممنونم که توجه کردید، منتظر نظرات خوبتون هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.